سلام سلام، دیمو هستم از سری آموزش های آلمانی با دیمو از کانال دیمولینگو. کتاب منشن سطح A2 جلسه نهم فکر میکنم باید بشیم اگه اشتباه نکنم، و درس 21 فکر میکنم باید بشیم امروز. بله درست میگم، درس 21 یا درس نهم از کتاب A2. مرسی که همراه ما بودید تا الان و ما رو دنبال کردید. اگر هم تا همین الان به ما پیوستید، لطفا دکمه سابسکرایب رو بزنید و به ما انرژی بدید و باعث بشید که راهو بهتر، سریعتر و با کیفیتتر ادامه بدیم. ما صفحه 49 هستیم بچه ها. تیتر درس هستش که یا گناو دن ماینه ایش. طبق روال معمول میتونید یه سری جمله راجب عکسی که صفحه اول است بسازید و بگید چی میبینید. کلی حرف میشه زد راجب این عکس، حدود 4-5 دقیقه میشه صحبت کرد که یه آقاییه که داره با تلفن حرف میزنه، پشت فورد هینتا گروند یه دونه در آبی میبینید، یه دیوار، آقای یه ماشین داره، شیشه ماشین مثلا شکسته، آقای مثلا لاغره، چاقه، هوا چجوریه، موهاش کوتاه بلنده و با کی داره تلفنی حرف میزنه. راجع به تمام این موضوعی که گفتم میتونید شما صحبت بکنید و ببینید که یعنی جمله سازی باید بکنید الان بتونید این چیزی که گفتم رو کامل بگید. صفحه 49 قسمت یکیش میگه که das darf doch alles nicht wahr sein. میگه به عکس نگاه بکنید، بعد میگه چه اتفاقی به نظرتون افتاده. و ون گفت ابلاین ان، میگه این آقا اسمش ابلاین، میگه به کی زنگ میزنه، چه اتفاقی، میگه ان بروخ بوده، ان بروخ یعنی دزدی بوده، یا اوت اون فال یه تصادف ماشین میگه بوده. بعد میگه به کی داره زنگ میزنه، ایه فراوش زنش، پلیسای پلیس، فویاویه او در نوت آرتس اورژانس یا فرزه شغون یا بیمه. مثلا من میگم که ایشتن که دس ایس این این بروخ اوند ایر روفت دی پولیسای آن، یا چون که شیشه ماشین شکسته دیگه. حالا شما هم توید بگید دیگه، حالا هرچی کس نمیشه که ایر روفت بای زینا فرزه شغون این او در ایر روفت بای پولیسای اینطوری، مثلا ایر روفت پولیسای این به این شکل. حالا گوش بکنید و متوجه میشید که چه اتفاقی افتاده. یه درس دزدی بوده که به ماشین حمله کردن، زدن شیشه رو شکوندن. بعد میگه که واقعاً ایغه فرموتونگن این آ ریختیش، میگه اون حدسایی که فرموتونگن، یعنی میگه حدسایی که تو قسمت قبلی درست یا نه. بعد قسمت دوش میگه که ایست اینن زو اتفاس شون اینمال پاسیرت، میگه بر شما هم چنین دو اتفاق افتاده، یا زوم بایشپیل یماند هات ماین باتری گشتولن، یه کسی باتری ماشین من مثلا خود من دزده بود. آخ ماین هندی دیزه دینگ زند میا پاسیارت، یا این چیزا بر من اتفاق افتاده. اونجا نشته که ایش وار ایم اورلاوب تو یه جایی اون یه من هد اونزر آوتو آف گبروخن و اون ماین کامرا گشتولن، گشتولن گذشته چیه؟ دوزیدنه دیگه، شتیلن شده گشتولن، aufgebrochen aufbrochen aufbrechen دیگه یعنی شکستن. بیایم صفحه 50 بیت لکسیکون رو بخونیم بچه ها. ایتس کارت که معلومه چه کارت الکترونیکی شونه، ausweis کارت شناسایی شونه چیز شبیه کارت ملی، bargeld پول نقد، führerschein گواهینامه، بعد gesundheitskarte صفحه بعد یعنی کارت سلامت، کوندن کارت یه کارت مشتری، نمیدونم چه کارتی، حالا اونه که میدونم برام بنویسن، تلفن کارتی که واضحه و کردیت کارت هم که معنی کارت اعتباری هستش بچه ها. خب بیایم این کلمات و اینا همه شما میتونید از این اپلیکیشنی که اینجا هستش منشن، بچه که اندروید دارن میتونن اینو دانلود بکنن. لغات هر درس به تفکیک هر کتاب اینجا آورده شده و استفاده شده، اون دارم که به درستون بخوره و بتونید ازش استفاده بکنید و کلمات رو با تلفظ و اینا ببینید. و ما رو هم تو کست باکس لطفا دنبال بکنید، باعث افتخار ماست که ما برای شما پادکست تولید میکنیم. پادکست حالا دیالوگ میگیم، داستان کوتاه میخونیم و یه سری مباحث رو هم درس میدیم. امیدوارم که ما رو اونجا دنبال بکنید. خب و مرسی از کسایی که برای ما دونیت میکنن، به شدت برای ما ارزشمنده. این رو هم بگم، حالا مهم نیست چه مبلغی، ولی هر چقدر که هست خیلی لذت بخش و انرژی بخشه. خب قسمت بعد میگه که ولچس داکومنت هابن زی دابای، بچه دابای هابن یعنی پیش خودت داشتی، مثلا میگم که ایش هاب مثلا پیامنم کامرا دابای، یعنی موبایل دوربینو پیش خودم دارم، یا مثلا ایش هاب ماین بوخ دابای پیشم دارم، یعنی پیشمه. میگه که شما چه مدرک همیشه پیش خودتون دارید، اوس وایس اون بچه‌
Ich habe immer mein Ausweis dabei, ne? ببخشید meinen Ausweis dabei، یعنی کارشناسی ما همیشه پیش خودم دارم. قسمت 4 stimmen diese Angaben، میگه این چیزها رو چیکار بکن، تایید بکن. خب یه حقه این رو باید گوش بکنید و اینا رو جواب بدید. میگه که wo ist Herr Aberlein، تو کجاست، که تو گوش بکنید میفهمید که تو پلیسایه. بعد hat Herr Aberlein den Täter، بچه تیتا یعنی دزد، میگه hat den Täter gesehen، یا er hat den Täter gesehen، دیده بودتش. بعد میگه was hat der Täter gestohlen، چی دزدیده بود تیتا، که پولش و اینا رو دزدیده بود، کیف پولش رو. er hat sein Geldbeutel gestohlen. خب بعد بیم بعد متن رو گوش بکنید و اون قسمتی که سمت چپ 8 جمله است رو به قسمت سمت راست وصل بکنید. من جمله رو میخونم، حالا نکاتی داشته باشه میگم، شما خودتون بعدش میتونید بعدش پاز بکنید و گوش بکنید و بعد ادامه درس رو برید. میگه که هر اولین حت زینه یک این در وونونگ فرگسن، میگه توی خونه فراموش کرده بود. اوند ولت زی هولن، میخواسته برش داره، نه هولن برش داره. بعد میگه که er hat seine Geldbörse in das Auto gelegt، بچه لگن، میگه که کیف پولش تو ماشین قرار داده. بعد چی شده؟ بعد اون das Auto abgesperrt، بچه absperren یعنی قفل کردن، نه قفل کردن. میگه و ماشینش چیکار کرد؟ قفل کرد. حالا اینا رو تو حقن گوش بکنید، شاید من جابجا بگم، دارم اینا رو که چیزی که یادم ها میگم. بعد میگه که als er wieder unten war، میگه وقتی که دوباره اومد پایین. بعد به کدوم باید نوست بکنیم؟ این من میگه حت ار این من میت این همه گزهن، همه یعنی چکش، میگه یه آقای رو با یه چکش دید. بعد میگه که در من و اون گفیه بعد میگه که در من حد دی اوتو شایبه، بچه اوتو شایبه یعنی شیشه ماشین. میگه اون آقای شیشه ماشین رو چکار میکرد؟ این گشلاگن، این شلاگن ضربه میزد و میشه دی گلد بیازه گشتولن اون ایست ویگ گلاوفن، و کیف پول دوزید و ده فرار فرار کرد. بعد میگه که ده من وار اونگفر این هوندرد اختش میتا گوغس، انقدر قدش بوده. بعد میگه اون حته این شمال است، بچه شمال یعنی باریک، میگه یه صورت باریک داشته. اون دونکل حقه و موهای تیره. بعد میگه که این دم گلد بویتل واغن 240 اورو این بار، میگه نقد بوده. 2 اتس کارتن، دو تا کارت اعتباری بوده، اون اینه که قدید کارت و کارت اعتباری دیگه نه، کارت الکترونیکی، دو تا هم کارت اعتباری. و در نهایت هر اولین ارکن دنتتا ویدا، میگه دزده رو شناخت. بعد ویدا فکر کنم یعنی هر اولین این پار فوتوز اون بعد بشه. Und kann der Polizistin sagen, was er, umschädige, was er, wer es war. Sagen, wer es war. که اون کی بوده. اینو میگه دیگه. آره. فقط یک شد جا انداختیم. آهان. شماره هفتو. Zum Abschluss zeigt die Polizistin Herr Aberlein ein paar Fotos. میگه یه سری عکس نشون داد. اما گراماتیکش خیلی راحته بچه ها. ما یه جوری صرف صفت رو تو کتاب قبلی خوندیم با هم دیگه، نه؟ اینجا ببینید بچه ها، راجع به ولش و دیز من میخوام صحبت بکنم. ولش من اینجا چند تا می نویسم، ولش و ولش، نه؟ خب ببینید، اگر در باشه میگم که تو حالت نومیناتیو، میگم ولش من مثلا ایستاس، حالا هرچی، خیلی شاید مفهومش خوب نباشه، فقط می‌خوام یه جمله نومیناتیو بنویسیم، چون این دره سیگنالشو میدیم به این میشه ولشا، درسته؟ اگه خانوم باشه میگیم ولش فراو. حالا همین سوال ایست داس کدوم خانومه مثلا به این شکل، نه؟ اگه بچه باشه، چون داس سیگنالش یه بچه ها ای اس ولش سکیند ایست داس، و اگر پلورال باشه میشه ولش فراون، حالا ایست دست بینش زیند دست، چون جمعه دیگه زیند میشه، ولی شی فراون زیند هیا، حالا مثل اینجوری زیند ایست هیا. بیا این دست ها رو همه رو کنیم هیا که راحت هم باشه بهتر. خب خیلی راحته دیگه، بس سیگنال های در و دست و دیو میدیم. حالا میخوایم بگیم این مرد، میگیم چی؟ آفرین، دیزامن ایست هیا.
این دیزا دیز دیگه اینا همش نه ار بعدیش چی میشه بچه ها؟ آفرین دیز فراو ایست یا دیزه بعد بچه چی میشه بچه ها؟ دیز سکیند دیز سکیند این بچه و برای جمع چی میشه بچه ها؟ دیزه حالا هرچی دیزه فراون اگر آکوزاتیوی باشه باقیش به همین شکله فقط اولی میدونیم میگه تو آکوزاتیو مثلا میشه ولشن من غفص مثلا زیستو زیستو ولشن من زیستو میگم دیزن من زیه ایش این مرد رو میبینم دیزن من زیه ایش این مرد رو میبینم ولشن من دیزن من به این شکل باقیش هم که به همون شکل بنویسم ولش فقط دیز فقط گراماتیکش همینی که گفتم و شماره قسمت 3 رو ببینید مثلا نگاه کنیم میگه ولشا میگه ناین دیزا دا میگه ولشن ماینن زی میگه نو مافیا میگه یا گناو دن ماینه ایش یا دیزن ماینه ایش به این شکل میتونید اینا رو جواب بدید و کال بکنید میتونید خودتون یه دیالوگی با حالا با هم کلاسیتون دوستتون اینا این کار رو انجام بدید. بیایم صفحه بعد شماره 6 یه سری تیپه میگه که واس زولتن زی فور بتسینگز وایزه یا نخ اینم این بروخ مخن میگه قبل و یا بعد دوزی بعد چه کاری باید بکنیم. دو تا متن میخوایم بخونیم میگه که از فور اینم این بروخ قبل دوزی نکته چند تا چنده و بعد از دوزی هم نکته چند تا چنده. اول سمت چپیه رو بخونیم میگه مخن زی این لیسته یه لیست بردارید فون آلن ورت گگن شتندن این در وونونگ از چیزایی با ارزش که تو خونتون هست لیست کنید. لسن زی این زیشهایت شلوس یه قفل امنیتی این ایغ وونونگز توی این باون بسازید. خب قبل از اینکه متن رو بخونیم میخوام یه گرامر دیگه را راجبش حرف بزنیم که خیلی مهمه. لسن بچه وقتی یه کسی یه کار دیگه رو برای ما انجام میده از لسن استفاده میکنیم. یه جا میگم که ایش غپا چجور صرف میشه بذار اول صرفشو بگم ایش لسه دو لست ایر لست نه او ده زی لست به این شکل. یه وقتی هست من اینجور میگم که ایش غپا غیره ماین اوتو. حالا یه جا هم هست میخوام میگم ماشینم اینجا این خودم ماشینم رو تعمیر کردم ولی وقتی جمله اینجور بگم ایش لسه ماین اوتو رپاریرن دو تا نکته داره یه چند تا یکیش اینکه فعل صرف شده صرف نشده رفت ته مثل مودل ورب نه عمل کرد و نکته بعدی اینه که این یعنی که یه کس دیگه ای بر من این کارو کرد خودم این کارو انجام ندادم حالا پول دادم رفیقم پول دادم به تعمیرکار یا رفیقم برام این کارو انجام داد مثلا یا میگم ich kaufe ein buch یه جایی هست میگم که ich lasse ein buch kaufen یعنی یه کس دیگه ای برای من این کار انجام داد. اوکی؟ گرامر خیلی راحت و به شدت کار بردی. حالا اینجا رو ببینید توی متنی که داریم میخونیم میگه که lassen Sie ein Sicherheitsschloss in Ihre Wohnungstür einbauen. اجازه بدید که یه قفل امنیتی تو خونتون براتون بسازن. بعد میگه schließen Sie immer gut ab. Abschließen یعنی همه چی میگه خوب ببندید، قفل کنید. Wenn Sie nicht zu Hause sind و تو خونه نیستید. بعد میگه legen Sie Ihre Wohnungsschlüssel nie unter die Fußmatte میگه کلیدو زیر اون جاپایی نذارید. lassen Sie in Erdgeschoss Wohnungen alle Fenster sichern میگه بدید همه این پنجره ها رو مثلا امنیت رو چک بکنن. تا اینجا قبل دوزیه دیگه. سمت راست میگه که شماره 6 lassen Sie Ihren Briefkasten vom Nachbarn leeren میگه بذارید که همسایهاتون لیغن خالی بکنن صندوق پستیتون رو. ونزی لنگا وگزین وقتی خیلی وقت نمید. ونس ترودستم اس اینم این بروخ کمت بس این بروخ کمه یعنی یه دزدی انجام شد روفنزی دی پولیسای پولیس رو زنگ بزنید. فسنزی نیشتس ان بچه انفسن یعنی تاچ کردن میگه تاچ نکنید چیزی رو. فسنزی نیشتس چیزی رو. فیلش گیبت این گیبت اس این vielleicht gibt es Fingerabdrücke von den Täter میگه شاید اثر انگوش دوز اونجا باشه. sind Etze oder Kreditkarte weg گم شده این دوتا پس چیکار بکنید. lassen Sie sofort sperren بسوزونیدشون یعنی بگید که براتون بسوزونن.
Lassen Sie nach dem Einbruch kaputte Fenster und Türen sofort reparieren. بدید که پنجره رو سریع براتون چی درست بکنن. دیدید گرامرشو خیلی راحته دیگه نه؟ حالا شما هم یه سری جمله، یه سری کاره که چیزایی که کاره که دیگران براتون انجام میدن تو کامنت برام بنویسید تا من ببینم. مرسی که کامنت مینویسید برام. قسمت بعدی هم راجع به گراماتیک حرف زدم، همین چیزی که صحبت کردم. شماره 8 میگه که واس وردن زی گرن فون اندرن ماخن لاسن، همین چیزی که گفتم. چه کاری دوست دیگران براتون انجام بدن خودتون انجام میدید، مثلا دستور دهیش گرن مخن لسن، مثلا گفته که همدن بگن بیبی سیت اینا رو بگم یکی دیگه انجام بده، دست بیت ایش آن من ارائه میدم یا و ماینه چیزی که تاوش پارتنر، اون پارتنر که حالا با هم هستیم اون میخواد کاری که انجام بده. چه کاری دوست دیگر رو مرد انجام بدن، چی تو ارائه میدی که انجام بدی و اون رفیقت چه کاری پیشنهاد میده. میگه قسمت ب رو بخوین، مثلا میگه که کلاودت ایس زوخ اینن بیبی سیتر کنتست دو دست مخن، میگه یا کلار مخ ایش گن فیو دیش کنتست دو دافیا مین فاقت رپاقیقن، پد میگه دستور دیش گن رپاقیقن لسن. به این شکل شما یه سر جمله فقط با لسن بر من بنویسید که من ببینم و لذت ببرم. راجع به اپلیکیشنه که اینجا بود صحبت کردم برای لغات کست باکس و بچه‌ای که دونیت میکنم ممنون. نیمه سوم کتاب هم تموم شد و 3% از این کتاب باقی مونده، 22-23-24. مرسی که همراه ما بودید و جلسه بعد هم 1% دیگه رو با هم میخونیم. مراقب خودتون باشید تا بعد.